دارم چند وقت پیش اتفاق افتاد، رگ گردن یه پلیس رو زدن. یعنی چی؟ افسر ما بترسه از اصلش استفاده کنه که فردا دادسرای نظامی میخوادش، داره با چاقو وایستاده. موارد عجیب غریب، رفتن حمله کردن نیروی کادر رو خلع سلاح کردن، عرض لو باش، بعد رفتن سمت سربازی که کلاش سربازا بگیره، سرباز ناجا. این بعد چیکار کنه؟ وصلشو بده؟ تیراندازی کرد یکی اینا کشته شده. 4 سال تو زندان سرباز، مورد من میشناسم دارم براتون میگم. 4 سال تو زندان سرباز، آخر نیروی انتظامی 2 میلیارد تومان پول داد رضایت گرفت. یعنی فرزند ارازلو باش این خانواده قانون شکنی کرده، یه پول اضافه هم گرفتن. یه قرآن تو آمریکا بود، یعنی آب کشش میکردن همون ثانیه اول، یه کاری باش میکردن که ضرب المثل بشه کل شهر. من نمیگم قوانین به سمتی بره که پلیس ما بی‌محابا مثلا اینجوری مگس میکشه بره آدم بکشه، نه، اما اینم دیگه نیست دیگه. یه مطالبه عمومی شکل گرفت، مردم هم حمایت کردن. شما دیدید دادستان اومد وسط، رئیس مجلس اومد وسط گفت بله باید. خب ببین پس میشه، یعنی شما میتونید مردم رو قانع کنید. ببین به مردم چی گفت؟ گفتم ببین ارازل و اوباش وقتی پلیس اینجوری بزنن زن و بچه تو تو خیابون چیکار میکنه؟ میاد سراغ میگه گوشی تو بده، میری یا با قمه بزنم نسبت کنم. میت بفهمه تقدیش تقدیم باش. چاره داری؟ مردم میگن آقا شوخی نیستش که. حالا این براندازمون وسط اومدن مرض ریختن، اینا میخوان دارن یه جریانی رو انداختن، میخوان مردم رو راحت بکشن. مردم هرگز نپذیرفتن. چرا؟ چون میدید این مسئله چقدر منطقی، درست، اصولی براش چه افتاده. ترند شد، تلویزیون بهش پرداخت، بقیه چیزام هم همین جوریه. مردم قانع کن، به خدا مردم همراهت میشن.